چهره جانم را آنی چنین می نگارم و آن دیگر، آنگاه که جانم رو به سوی دیگر می کند، نقش چهره جانم دگرگون می شود. اگر هر بار از خود دیگر گونه سخن می گویم، از آن روز که به خود دگرگونه نگریستم. از داد جملگی در جان منند. این گفته میشل دومونتن، نویسنده به نام عصر نوزایی در سده 16 هم، عمق معنای اوتوپورتره است. اوتوپورتره یا خودنگاره یعنی نقاش خودش موضوع نگاه و تأمل خودشه. یکی از مهمترین نقاشان قرن 20 که حدود 7 دهه انبوهی از خودنگاره ها به جا گذاشت، لوسیان فروید بود. مجموعه کنار هم گرد آمده این خودنگاره ها هم سیر تحول او به عنوان نقاش رو بیان میکنه و هم سیر تطور جهان آثار او رو. از اونجا که لوسیان از سن خیلی پایین شروع کرده به نقاشی از خودش، ما اینجا حدود 7 دهه کار ازش داریم. دلم میخواد نشونتون بدم که در طی این سالها درگیری لوسیان با مسائل مختلف نقاشی چطور تغییر کرده. از کارهای سالهای اولیه که خیلی ظریفن و خط در اونها نقش پررنگی داره گرفته، تا کارهای سالهای بعد که در اونها رنگ اهمیت اساسی پیدا میکنه و رد قلمو هم جزوی از ساختمون کار میشه. در این آثار میتونیم خط سیر طبیعی و روشن مردی رو ببینیم که زندگیش رو وقف نقاشی کرده و در تمام این سالها به خودش هم نگاه میکنه. اغلب لوسیان خودنگاره‌هاش رو زمانی شروع می‌کرد که روابط عاشقانه‌اش در بحران بود و داشت برهه سختی رو می‌گذروند، یا اوقاتی که داشت سعی می‌کرد چیز جدیدی رو در رنگ و نحوه رنگ‌گذاری کشف کنه. اینجور وقت‌ها هم خودش مدل کار خودش می‌شد. خودنگاره‌ها همیشه ثمره دوران گذار در زندگی و کارش هستند. وقتی نقاش به خودش در آینه نگاه میکنه چی میبینه؟ در این چهره در چهره شدن، در این مواجهه با خود، به دنبال چه چیزیه؟ لوسیان همیشه موقع کشیدن خودش از آینه استفاده میکرد و نقاشیش همیشه پاسخ و واکنشی بود به اون چه در آینه میدید. قوت لوسیان در این بود که نمی ترسید. به روند کار و کشف تازه‌ای که در این مسیر حاصل می شد اعتماد و اعتقاد داشت. نقاشی کردن خودش برایش سخت‌تر از نقاشی کردن دیگران بود، چون باید تصویر ذهنی رو که از خودش داشت به چالش می کشید. اون تصویر رو در هم می شکست تا چیز تازه‌ای رو در خودش کشف کنه. تمام دنیای لوسیان متمرکز بر یه جور حقیقت گویی بود. معتقد بود حقیقت با واقعیت فرق داره، به این معنی که حقیقت چیزی رو مکشوف میکنه، چیز تازه‌ای رو به ما نشون میده. هدف هر خودنگاری هم براش همین بود. اتمام هر تابلو اغلب بین 1 تا 2 سال طول میکشید. یعنی فروید ساعت‌های متمادی رو میبایست هم در خودش تأمل میکرد، هم در اونچه در آینه می دید و هم در نفس کار خودش، یعنی نقاشی و معنای اون. تصویر برهنه هنرمند در 70 سالگی که کاردک و شستی در دست، اوریان در میانه تابلو ایستاده، ثمره تمام این تأملاته. در خودنگاره اوریان، لوسیان مرد 70 ساله‌ایه که خودش رو برهنه ترسیم کرده. هر حجابی رو کنار زده و خودش رو اوریان به تصویر کشیده. حالا هوای شکسپیری داره. این برهنه شدن عملی قهرمانانه نیست، نمایش زندگیه همون شکلی که هست. کنار گذاشتن تمام دانسته‌ها در مورد خوده
تا با نگاهی تر و تازه به سراغ این خود بره و بی هیچ پیش داوری به چشم قدرت تصمیم گیری و احساسش اعتماد کنه و مصمم رنگ رو بر بوم بذاره.